هاشیه نیوزی های عزیز سلام، به یه برنامه دیگه از هاشیه نیوز خوش اومدید. توی این برنامه با هم به مناطق امنیتی کشور میریم، جاهایی که سانت به سانت آسمون با رادارهای پدافندی ارتش رصد میشه و طوری هستن که حتی یه پهپاد هم توان گذر از اون مناطق رو ندارن و با هم میبینیم که این مناطق دقیقاً کجای ایران هستن. با ما تا پایان همراه باشید تا با پدافند هوایی ایران و مناطقی که پوشش میده بیشتر آشناتون کنیم. منطقه مرکزی پدافند مسئولیت حفاظت هوایی از دست کم دو سایت هسته‌ای ایران را بر عهده دارد. اینجا ثانیه ها سرنوشت ساز است برای حفاظت از نگین انگشترهای انرژی هسته‌ای ایران. این رادار سرچ یکی از سامانه‌های موشکی بردار. امیر حدادی فرمانده منطقه است. ما به هیچ وجه نباید غافلگیر بشیم. میگوید امنیت آسمان اینجا شب و روز نمی‌شناسد. در صورتی که تغییر رفتاری یا حرکتی تهدیدآمیز مشاهده بشه، هر نوع پرنده ای اما سرباز سرنشین و بدون سرنشین مطمئنا مورد رصد شبکه ما قرار میگیره و در زمان مناسب و مکان مناسب مورد هدف قرار میگیره که این اتفاق الحمدلله در مجموعه نتنز اتفاق میفته. مثلا هرمس، پهپاد جاسوس اسرائیلی ها که 3 سال پیش حوالی نتنز توسط پدافند هوایی ثابت شد. در یکی از همین رینگ های پدافندی پیچیده و نفوذناپذیر به ما اجازه ورود به بخشی از این لایه های پدافندی برای تهیه گزارش صادر شد. سامانه های متعدد راداری و موشکی در کنار پایگاه 8 شکاری آسمان این منطقه را به شدت شبانه روز کنترل می‌کند. توی شرایط حال حاضر ایران با قدرت دفاعی و نظامی بازدارنده و تحت زعامت رهبر از امنیت خوبی برخورداره و پایدار نگه داشتن این امنیت در گروه حفظ بنیه دفاعی کشور و تقویت مؤلفه های اون هستش. این تصور که ما میتونیم بدون ایستادگی و افزایش قابلیت های دفاعی حقوق خودمون رو از آمریکا و جبهه استکبار پس بگیریم اشتباهه، چون تنها دلیلی که آمریکا رو پای میز مذاکره با ایران کشوند همین قدرت نظامی بود. اگه این قابلیت ها نبود، آمریکا همون سناریویی که توی افغانستان و عراق ایجاد کرد در مقابل ایران هم به کار می‌گرفت. قدرت دفاعی و نظامی از مهمترین مؤلفه‌های هر کشوریه که می‌خواد توی عرصه داخلی به پیشرفت و توسعه دست پیدا کنه و توی عرصه جهانی هم حرفی واسه گفتن داشته باشه، چون اولی مؤلفه واسه تحقق توسعه و پیشرفت اصل امنیت و مقابله با تهدیدات امنیت داخلی و خارجیه. بررسی فناوری موشک‌های ایرانی نشون میده که برد این موشک‌ها پهنه گسترده‌ای از مناطق جهان رو پوشش میده و همین توان دفاعی باعث ناامیدی دشمنان توی حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای و در نهایت باعث افزایش قدرت چونه‌زنی مذاکره کننده های هسته‌ای ایران توی دفاع از حقوق هسته‌ای ایران شده. امروز پدافند هوایی صرفاً یه مدافع نیست، بلکه دارای یه سبک دفاعی منحصر به خودش و مبدأ تولید کننده راهکنش‌های دفاعی نوینه. قطعاً این موضوع واسه دوستان یه خبر خوش و مسرت بخش و واسه دشمنان یه شکست و یأس بزرگ محسوب میشه. تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها تحریم نبود، بلکه یه فرصت بزرگ واسه کشور بود تا توی همه زمینه‌ها به خصوص صنعت دفاعی پیشرفت کنه. از جمله این پیشرفت‌ها میشه به کشف و شکار انواع پهپادهای جاسوسی مثل RQ-170، هرمس، اسکن ایگل و شناسایی و اخطار به انواع هواپیماهای پنهانکار مثل یودو و ساخت انواع سامانه‌های راداری و پدافندی پیشرفته مثل رادار مطلع الفجر 3، سامانه 15 خرداد، رادار کاوش، سامانه‌های موشکی و پدافندی صیاد 2 و 3، سوم خرداد، تبعث، رعد و باور 373 اشاره کرد. توی همون زمانی که جمهوری اسلامی توی تحریم صنایع نظامی و موشکی به سر می برد، رقبای منطقه ایران با پرداخت هزینه های سنگین پیشرفته ترین تجهیزات نظامی را از ابرقدرت های غرب و شرق خریداری می کردن و امروزه شاهد هستیم که صنایع دفاعی جمهوری اسلامی قادر به تولید پهپادهای پیشرفته و سیستم های دفاعی موشکی در داخل کشور هستند و کشورهای منطقه که وارد کننده صرف صنایع دفاعی بودند با وجود هزینه کردن صدها میلیارد دلار نسبت به توانمندی های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران حسرت می خوانند و توان موشکی و
پهپادی ایران امروز توی منطقه مثال زدنی هستش. ظهور فناوری‌های جدید توی عرصه رادارها منجر به ساخت نمونه‌های پیشرفته‌ای شد که از نظر قابلیت‌ها یه رشد جهش‌گونه نسبت به نسل‌های قبل از خودش داشته. رادارهای آرای فازی نمونه بارز این محصولات جدید هستند که امروزه گونه فراگیر رادارهای مختلف زمین‌پایه و هواپایه شدن. همچنین به اذعان کارشناسای نظامی دنیا، سامانه پدافندی که ایران داره به خوبی قدرت انهدام هواپیماهای رادارگریز آمریکایی رو داره. ایران یک کشور قدرتمند توی منطقه غرب آسیا هستش که با بومی‌سازی مدرن‌ترین موشک‌ها و تجهیزات نظامی و تجربه 8 سال دفاع مقدس تونسته یک قدرت بزرگ توی منطقه باشه. قدرت نظامی ایران تا جایی هستش که آمریکا و کشورهای اروپایی هم به این مسئله اعتراف کردن و سیاست مقابله با برنامه موشکی ایران و اعمال تحریم‌های موشکی که توی سال‌های اخیر توی دستور کار غرب قرار گرفته رو در راستای مقابله با توانمندی‌های دفاعی ایران سوق دادن. موشک‌های متنوعی که توی دهه‌های اخیر توی ایران ساخته شده همه دارن به این حقیقت شهادت میدن که ایران به سطحی از توانمندی نظامی بازدارندگی رسیده که اجازه نمیده دشمنا چشم طمع به خاک این مرز و بوم داشته باشن. قدرت نظامی ایران تا جایی هستش که آمریکا و کشورهای اروپایی هم به این مسئله اعتراف کردن و سیاست مقابله با برنامه موشک ایران و اعمال تحریم‌های موشکی که توی سال‌های اخیر توی دستور کار غرب قرار گرفته با توان مقابله با توانمندی‌های دفاعی ایران هماهنگ باشه. یکی از موارد افتخارآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران عملکرد پدافند هوایی. تاثیرگذاری پدافند هوایی روی سرنوشت این کشور از وقوع جنگ جهانی دوم تا حالا از دستاوردهای علمی دانشمندان جهان ایرانی نقش غیر قابل انکاری داشته و داره. سالهای دفاع مقدس فرصتی ارزشمند واسه بالندگی و رشد خیلی از سازمانهای نظامی و غیر نظامی شده. یکی از این سازمانها پدافند هوایی. پدافند هوایی سازمانی نظامی به قدمت بیش از 80 سال به شمار میره. پدافند هوایی ستون فقرات تامین امنیت آسمون توی هر کشوری به حساب میاد. توی سالهای دفاع مقدس پدافند هوایی به عنوان یکی از فرمانده‌های عملیاتی و مهم زیر مجموعه از نیروهای هوایی ارتش و به عنوان بازوی اصلی سازمان رزم واسه صیانت از آسمون ایران اسلامی شناخته میشد. دفاع هوایی صحنه نبرد توی همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس خیلی قابل احساس، حائز اهمیت و سرنوشت ساز بود. یکی از افتخارات استثنایی پدافند هوایی حضور مقتدرانه واسه امنیت فضای منطقه توی تمامی عملیات‌های به وقوع پیوسته توی سال‌های دفاع مقدسه. با توجه به اینکه همه عملیات‌های آفندی و پدافندی توی منطقه تحت پوشش راداری پدافند هوایی ارتش بود و از اونجا که تسلط به آسمون منطقه نبرد مقدمه پیروزی و پیشروی نیروهای سطحی به شمار میره، بنابراین حضور پدافند هوایی توی تمامی روزها و لحظه‌های جنگ محسوس بود. راهبردها و سیاست‌های نظامی و امنیتی کشورها توی محیط بیرونی و در ارتباط با سایر کشورها تنظیم و تدوین میشه. موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران مجموعه های از تهدیدات رو متوجه مرزهای ایران کرده و بنابر این افزایش قابلیت‌های ایران واسه مقابله با همچنین تهدیدهای موجه خواهد بود و واسه پیشبرد چنین برنامه‌هایی باید راهبرد امنیتی داشته باشیم تا بر اساس سیاست‌های اعلام شده امنیت مرزمون رو تضمین کنیم. شاید بشه با قطعیت ادعا کرد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان ارکان تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران توی طول 42 سال گذشته بیشترین سطح تماس و مقابله را با تهدیدات و توطئه‌های دشمنا داشتن که از جمله اونا میشه تحرکات تجزیه طلبانه، کودتای نظامی، جنگ تحمیلی 8 ساله، ترور و ناامنی، تهدیدات ناشی از جنگ‌های کشورهای همسایه و حضور بیگانه‌ها توی اطراف کشور، فتنه‌های پیچیده امنیتی داخلی، گسترش تروریسم تکفیری توی منطقه غرب آسیا و غیره رو برشمرد. پدافند هوایی کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های زیادی داشته و با پوشش بیش از 3600 نقطه گستردگی فراگیر و کارایی خودش رو توی حفظ آسمون ایران از پرنده‌های متخاصم و بهبود تردد هوایی و مراقبت‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای نشون داده. پدافند هوایی از جمله موضوعاتی هستش که دائما مورد تاکید رهبره و به دلیل مشترک بودن این حوزه بین ارگان‌های نظامی از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار. کشف، رصد، پایش، درگیری و انهدام اهداف هوایی به ویژه پهپادها و حتی نشوندن و سالم گرفتن اونا از جمله قابلیت‌های نرم و سخت پدافند هوایی هستش که نمونه‌های اون توی RQ-170، هرمس و MQ-4 به خوبی ثابت شد. البته دشمنای ما باید بدونن که دائما زیر ذره‌بین پدافند هوایی هستن و هر لحظه که خیال خام نفوذ به آسمان کشور ما رو داشته باشن، چه با سرنشین و چه بدون سرنشین، امکان بازگشتی واسهشون متصور نخواهد. البته با تاکید به این نکته که قدرت جنگ الکترونیک و عملیات سایبری جزء توان
توانمندی های مثال زدنی ما بوده و دستاوردهای این حوزه و قابلیت های پدافند هوایی توی مرحله عمل دشمنان جمهوری اسلامی ایران رو غافلگیر خواهد کرد. توی این حوزه واسه مثال RQ-170 رو با جنگ الکترونیک و عملیات سایبری جلوی چشمای شگفت زده جهانیان به زمین نشوندی. دستاوردهای جنگ الکترو سایبر پدافند هوایی امروز موجب شده که راهکنش های پدافندی رو ما به دو دسته سخت و نرم تقسیم کنیم. نکته جالب این که در حال حاضر توانمندی های باور 373 به S-400 روسیه به عنوان پیشرفته ترین سامان دفاعی روز دنیا نزدیک تره. روز ها واسه تحویل S-300 به ایران تعلل کردن و صنعت دفاعی ایران با دستور مستقیم رهبر باور 373 رو ساخت. این اقدام یه پیام راهبردی مهم داره و اون هم اینه که ایران نه تنها با تحریم آمریکا توی پیشرفت صنعت دفاعی خودش متوقف نشده، بلکه واسه رسیدن به خودکفایی نظامی و استقلال امنیتی خودش معطل کشورهای مثل روسیه هم نمیشه. باور 373 یعنی ایران توی اوج استقلال امنیتی و نظامی و کوچکترین خللی رو در این باره نمیپذیره. این در حالیه که با مشخصات منتشر شده معلوم شده که سامانه موشکی باور 373 از سامانه پاتریوت آمریکا و S-300 روسیه قوی تره. نکته جالب توجه این که در حال حاضر توانمندی های باور 373 به S-300 به S-400 روسیه به عنوان پیشرفته ترین سامانه دفاعی روز دنیا نزدیک تره. اما روزها طی ماهای اخیر علنا واسه فروش S-400 به ایران ابراز تمایل کردن، ولی این ایرانی که نسبت به خرید اون ابراز بی‌نیازی کرده. روزها یکی از دلایل فروش S-400 به ایران رو حضور سامانه موشک پاتریوت آمریکا توی منطقه و نیاز ایران به S-400 واسه مقابله با اون عنوان می‌کنند. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا ایران واسه موازنه سازی با سامانه پاتریوت آمریکا S-400 روسیه رو نمی‌خره؟ واقعیت اینه که ایران در حال حاضر نیازی نداره. اما این بی‌نیازی از کجا منشأ می‌گیره؟ توی گام اول میشه گفت که ایران با وجود دارا بودن سه نوع پدافند موشکی متنوع بومی نیازی به خرید سامانه جدید نداره. واقعیت بزرگتر هم اینه که ایران همون قابلیتی که از S-400 انتظار داره رو خودش در حال حاضر داره. ممنون از اینکه تا پایان با این برنامه از هاشی نیوز هم همراه بودید. لطفاً اگه از این برنامه لذت بردید اون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی از این کانال خدا نگهدار.